أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الزلة. يأبى الله تعالى ذلك لنا ورسوله، والمؤمنون حجور طابت وتهرت وأنوفة، حميمة من أن نؤثر طاعة اللئام على مسارع الكرام. استفاده کردیم از بیانات دانشمند ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد دکتر محمد علی شمالی که الحمدلله همه من و شما را به فیض کامل و عظما رساندن. خداوند وجود ایشان و امثال ایشان را از جمیع بلاها حفظ بفرماید. خطبه ای را که محضر شما سروران عزیز خواندم، با کسب اجازه از محضر تمامی شما سروران عزیز، خصوصا سرور ارجمندم، در این خطبه 5 نکته را امام حسین علیه السلام بیان می کند. یعنی رمز موفقیت و آزادگی و عظمت امام حسین علیه السلام در این خطبه در 5 عنوان امام حسین علیه السلام بیان می کند. بیان اول امام حسین علیه السلام این است: یعب الله. یعنی امام حسین علیه السلام می فرماید اگر کسی می خواهد در این دنیا به عنوان یک فرد آزاده و موفق باشد، باید اطاعت از خدا کند. در هیچ زمینه، در هیچ میدانی از یاد خدا غافل نشود. وقتی از یاد خدا غافل نشود، در تمام امورات انشاءالله موفق است. چه بسا در این عالم افراد بودن به اون پوستهای بسیار بلند رسیدن، مقامات بسیار عالی را به دست آوردن، اما خودشون را گم نکردن، از یاد خدای باری تعالی غافل نشدن. لذا عزیزانم، اگر می خواهید در این دنیا خودتان و نسلتان و فرزندانتان از بلاها دور باشد، باید از امین الان بچه هایتون را خدا باور تربیت کنید. همیشه بچه هایتون را اینطور تربیت کنید که بفهمد خدای احد واحد همیشه شاهد و ناظر در تمام کارها و امور کارهای ما می باشد. علم یعلم به ان الله یرا. چرا این حرف را می زنم؟ وقتی اون شخص آمد محضر امام سجاد علیه السلام، عرضه داشت: یا ابن رسول الله، گناه زیاد کردم، با خدا جنگیدم، با خدا مبارزه کردم. حضرت فرمودن: برو در مکانی گناه کن که خدای باری تعالی تو را نبیند. یا ابن رسول الله، مگر می شود خدای باری تعالی مرا نبیند؟ حضرت فرمودن: علم یعلم به ان الله یرا. در تمام امور
خدای باری تعالی شاهد و ناظر در تمام امور کارهای ما می باشد. دوم فرمود امام حسین علیه السلام و رسوله، یعنی اطاعت از پیغمبر خدا، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. وقتی اون راوی آمد محضر پیغمبر خدا، عرضه داشت یا رسول الله اطیع الله را فهمیدم، یعنی اطاعت کنیم از خدا، و اطیع الرسول را هم فهمیدیم اطاعت کنیم از شما. اولی الامر کیست؟ ردیف سوم پیغمبر خدا فرمودند اولی الامر عبارت از وجود مقدس و منور امیر المؤمنین دانه به دانه حساب کرد، یعنی امیر المؤمنین علی علیه السلام، آقا امام حسن مجتبی، امام حسین تا وجود نازنین و مقدس امام زمان علیه السلام را پیغمبر خدا اسم برد. حضرت می فرماید اگر می خواهید به عنوان یک انسان آزاده و موفق در این عالم باشید، این پنج کلید را برای شما من می دهم. یعنی رمز موفقیت، اول اطاعت از خدا، دوم از پیغمبر خدا، سومین جمله که آقا سید الشهدا علیه السلام فرمودن والمؤمنون، یعنی با انسانهای صالح و نیکان همنشین باشید. وقتی انسان با انسانهای صالح و خوش سرشت همکار باشد، همنشین باشد، در تمام امور زندگی خودش و خانوادهش موفق است. جوان اگر توانست با یک جوان مؤمن و متدین رفیق شد، هم دنیای خودش را می سازد، هم آخرت خودش را. چه بسا در قصه کربلا وقت مراجع کنید در تاریخ، خصوصا قصه این 72 نفر را وقت می خوانید، ببینید این آقایانی که با امام حسین علیه السلام پیوستن، ببینید اینها کیا بودن، از کجا با امام حسین علیه السلام آشنا شدن، چگونه با امام حسین علیه السلام پیوستن، تا جایی میرسد که ظاهراً شب عاشورا امام حسین علیه السلام برای همه یارانش میفرماید می توانید بروید، شما آزادید. اما یکی از اصحاب بلند می شود می گوید یا ابن رسول الله جعلت فداک، جانم به فدای شما، اگر من را هزار بار بکشد، بدنم را آتش بزند، خاکسترم را به باد بدهد، اگر دوباره زنده شوم دست از یاری شما بر نمی دارم. چرا این طوری شد؟ برای این که این افراد با انسانهای صالح و نیکان و خوبان در ارتباط بود. اون جریانی که باید صورت می گرفت الحمدلله در وجودشان بود. اون نیرویی که بنا بود اینها را هدایت کند و رهبری کند، الحمدلله خدا به ایشان عنایت کرد و داد. امام حسین علیه السلام می فرماید هیهات من الذله، من زیر بار ظلم نمی روم. این جمله را بیان می کند. اما شخص مثل قاضی شریح با 50,000 درهم حکم قتل امام زمان علیه السلام را امضا می کند. چرا؟ به خاطر این که اینها به اون معنای واقعی بصیرت دینی
نرسیده بودند. اطاعت از خدا را قبول داشت، اطاعت از پیغمبر را قبول داشت، ولی اونی که به عنوان امام و رهبر جامعه اسلامی است، از جانب خدا انتخاب شده است، اون را این آدم نفهمیده است. حکم قتل فرزند پیغمبری که پیغمبر خدا دربارش فرمود حسین منی و انا من حسین احب الله من احب حسینا، حکم قتل حسینی را میدهد که پیغمبر خدا فرمود خدا دوست می‌دارد اون کسانی را که امام حسین را دوست بدارد. چرا این حرف را می‌زند؟ برای این که جایگاه و عظمت امام حسین را برای همه مردم بیان می‌کند. پس رمز آزادگی، عظمت و بزرگی امام حسین علیه السلام در این بیان فرمود اول اطاعت از خداست، دوم اطاعت از رسول خدا، سوم همنشینی با صالحان و نیکان و خوبان، چهارم فرمود من تربیت شده یا پرورش یافته دست امیر المؤمنین علی علیه السلام هم. یعنی پدرم امیر المؤمنین علی علیه السلام است. لذا امیر المؤمنین که پیغمبر خدا درباره اش بسیار مطالب های زیبا و عالی فرموده است، چون این ایام بنام نامی امام حسین هست وارد این جریان نمی شویم. حضرت می فرماید من پرورش یافته دست پدری همچون امیر المؤمنین علی علیه السلام هستم. پنجمین جمله که امام علیه السلام می فرماید من پرورش یافته دست مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها هستم. من از دانشگاهی مادر همچون حضرت زهرا سلام الله علیها خارج شدم. مادری که آقا سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا فرمودن برای دشمنها مردم آیا مرا میشناسید یا نه؟ من فرزند پیغمبر خدا هستم، من فرزند امیر المؤمنین هستم، من فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها هستم، بدانید که من از شاگردان مکتب حضرت زهرا سلام الله علیها هستم، من پرورش یافته دامن پاک و مطهره بی بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها هستم. حالا اینی که میگد یا اب الله اطاعت از خدا کنیم، اینها کیانن؟ امام صادق علیه السلام فرمود اونهایی که اطاعت از خدا میکنن چه ویژگی داشته باشد؟ ویژگیش چیه؟ دو تا ویژگی باید داشته باشد. ویژگی اول این است که معصیت خدا را نکند، گناه نکند، معصیت انجام ندهد. دوم اطاعت از پروردگار عالم کند، یعنی خلاف امر پروردگار عالم عمل نکند، حرکت نکند. لذا وقت میخواهد جزء بندگان صالح خدا باشد باید اطاعت محض
از پروردگار عالم داشته باشد، به سوی گناه حرکت نکند، به سوی معصیت حرکت نکند. دو تا برادر است در این عالم، یکی سید مرتضی، یکی سید رضی. کتاب به عنوان ارث از پدرشون رسیده است. سید مرتضی به سید رضی میگوید این کتاب را چگونه باید تقسیم کنیم؟ ارث است، باید متساوی تقسیم شود. سید مرتضی به سید رضی فرمود این کتاب برای کسی برسد که اصلا گناه نکرده باشد. سید رضی برای برادرشون میفرماید این کتاب برای کسی باید برسد، گناه که هیچ، حتی فکر گناه را هم نکرده باشد. امام صادق علیه السلام می فرماید اون که اطاعت از خدا می کند و اطاعت از خدا باید بکند، این است که گناه که هیچ، حتی فکر گناه را هم نکند، معصیت انجام ندهد، اطاعت از پروردگار عالم کند. یعنی در هر جایی که می رود خدا را شاهد و ناظر بر تمام کارهای خود بداند. اینی که می گوید اطاعت از خدا، از رسول، ببینید پیغمبر خدا چه فرموده. هر آن چرا که پیغمبر خدا می گوید و می فرماید و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پیغمبر خدا از شکم نمیگوید، هر آن چرا که میگوید از منبع وحی است. خدای باری تعالی برای پیغمبر عنایت های ویژه کرده است، لذا اطاعت از این پیغمبر برای همه من و شما واجب است. همنشینی با خوبان آثارش چیه؟ اینی که میگوین بچه هایتون را باید در مسجد بیارید، بچه هایتون را در حسینیه بیارید، بچه هایتون را در مراکز دینی بیارید، امین که با خوبان در ارتباط شد، با اینها هم سخن شد، با اینها رفیق شد، کانش به جای میرسد که وقت اون جوان میرود در آمریکا به عنوان محصل و دانشجو، ناگهان بناس برود به سوی درس خودش، در ذهنش یک جرقه ایجاد میشود که من مسلمانم، من شیعه هستم، من پایبند باید به وجوهات شرعیه خودم باشم، من باید پایبند به امور دینی و مذهبی و شرعی خودم باشم. وقتی او می آید وارد دانشگاه می شود، در اتاقش می رود، می گوید من باید تمام امور دینی خودم را بدانم، ناگهان ساعت 2 شب به اون عالم زنگ می زند که آجان اینقدر پول من دارم، آیا خمس بهش تعلق میگیرد یا نه؟ اون عالم جوابش را میدهد. چرا این کار را این جوان میکند؟ برای این که با 4 تا جوان با تعداد از مؤمنین آشنا شد و فهمید که خدای باری تعالی به گردن ما حق دارد، پیغمبر به گردن ما حق دارد، امام زمان علیه السلام به گردن ما حق دارد، ایتام به گردن ما حق دارد. چرا این حرف را میزنم؟ برای این که وقتی با صالحین انسان هم نشین شد، از خیلی بلاها دور می شود، از خیلی بزهکاری ها دور می شود، از خیلی مجالس ها که مربوط به لهو و لعب است دور می شود. رضا پیغمبر خدا برای همه من و شما سفارش های ویژه نمود نسبت به اهل بیتش، نسبت به فرزندانش،
ولی امام حسین علیه السلام تمامی این امور را به دست من و شما عنایت می کند و واگذار کرد با این بیان که امام علیه السلام داشتن. چرا امام حسین علیه السلام ماندگار شد؟ چرا امام حسین علیه السلام هر سال که محرم می شود شور و عشق و اشتیاق مردم به امام حسین بیشتر می شود؟ دلیلش چیه؟ وقتی اون عالم بزرگوار تصمیم می گیرد که خدمت امام زمان علیه السلام برسد، میگوید رفتم مسجد سهله دنبال امام زمان خودم. ناگهان در مسجد سهله امام زمان علیه السلام را شناختم، در کنار حضرت نشستم، یا ابن رسول الله امام حسین علیه السلام چرا اینقدر عظمت پیدا کرد؟ چرا اینقدر جایگاه پیدا کرد؟ چرا اینقدر عزیز شد؟ به یک تعبیر که امام حسین علیه السلام همه چیزش را داد اما عقیده اش را نداد، استقامت کرد. امام زمان علیه السلام فرمودن آی فرد، آی شخص، آی برادر، آی مؤمن، آی متدین، میدانی که چرا امام حسین علیه السلام ماندگار شد؟ این عالم میگه من از امام سوال کردم، شما را خیلی مردم دنبالتون هست که شما را زیارت کنن. امام علیه السلام فرمودن من هر سال در مکه معظمه حاضر می شدم، حجاج را می بینم، حجاجم مرا می بینن ولی اونها مرا نمی شناسن و من اونها را می شناسم. بعد امام علیه السلام به این عالم اینطوری جواب می دهد، علت این که امام حسین ماندگار شد، رمز بقای انقلاب امام حسین، حرکت امام حسین، امام حسین علیه السلام جاویدان شد. امام زمان علیه السلام یک قضیه را نقل می کند، می فرماید اون پادشاهی که با وزرای خودش، با خدم و حشم خودش رفت که برود شکار کند، ناگهان این پادشاه دنبال سید حرکت کرد، گم شد. نه وزیریست، نه خدمیست، نه حشمیست، نه محافظیست، هیچ کدام از اینها وجود ندارند. یه دیدم یک خیمه سرپاس، کنار این خیمه رفتم، دیدم یک پیرزن و یک پیرمرد نشسته است. از اسبم پیاده شدم، گفتم مادر گرسنه ام، مادر تشنه ام، مقدار شیر آورد. همین شیر را که خوردم ساعتی استراحت دیدم که مقدار غذا گوشت کباب آمد، گفتم مادر این از کجا آوردی؟ گفت گوسفند داشتیم، او را برای شما ذبح کردیم، نوش جان کن. تمام زندگی شما یک گوسفند بلی، چرا کشتی؟ چرا ذبحش کردی؟ توکلش چون به خدا بود گفت خدا رزاق است. امین که غذا را خوردم خستگی برطرف شد، گفت مرا میشناسی؟ نه خیر، من پادشاهم، من سلطان این مملکتم، از شما خواهش میکنم بیایید داخل شهر که من جبران کنم. بعد از یکی دو روز این پیرزن و این پیرمرد رفت در کاخ، برو به این پادشاه و سلطانتون بگو یک پیرزن یک پیرمرده که در بیابان زندگی میکرد اون آمده. از اتفاق جلسه شورای وزران بود، تمام خدم و حشم وجود دارد. این پیرزن یک گوسفند داشت، وقتی من مسیر را گم کردم
این گوسفند را برای من ذبح کرد و من خوردم، چطوری جبران کنم؟ یکی گفت 10 تا گوسفند، یکی گفت نه 100 تا، یکی گفت 1000 تا، یکی گفت بیشتر، گفت نه خیر، بی انصافی است، بی انصافی نکنید. گفت چقدر میدی؟ گفت اگر من تمام حکومتم را بدم نمیتوانم با دادن تمام حکومتم جبران کار او را بکنم. برای این که این زن پیرزن یک گوسفند داشت که با اون گوسفند امرار معاش میکرد و تمام هستیش را برای من داد و من امروز چگونه او را جبران کنم؟ بعد حضرت فرمودن امام حسین علیه السلام تمام هستیش را در راه خدا اهدا کرد. امکانات خدا نامحدود، امکانات امام حسین محدود بود. هر چرا که امام حسین علیه السلام داشت در راه خدا هدیه کرد، برای این که این دین خدا، دین پیغمبر، شریعت پیغمبر باقی بماند. برای این که یزید لعنت الله علیه کاری کرده بود که تمام سنت های جاهلی زنده شده بود، بدعتها احیا شده بود، سنت پیغمبر از بین رفت، ولی امام حسین علیه السلام با دادن خون علی اکبر، جان علی اکبر و علی اصغر علیه السلام تمام اینها را داد تا این دین باقی بماند. عرضم تمام شز این مصدع نشوم، متوسل بشویم به ذیل عنایت ائمه اطهار، خصوصا آقا سید الشهدا علیه السلام. حضرت های استاد فرمودن، جای دکتر فرمودن که کاروان ابی عبدالله فردا به کربلا میرسد، اما این کاروان امیر دارد، پادشاه دارد، سردار دارد، جوانان دارد. شاعر عجب زیبا فرمود: السلام علیک یا مولا، یا عبد الله، الهی به قربانی به درگاهت سنا نتن آسان برایت، بلکه آسان بهتر آورد. و یه ابقای قد قامت به ظهر روز عاشورا، برای گفتن الله اکبر اکبر آوردن، برای کشتن دونان به دشت کربلا آزادیه
نسل جوان از بند استعمار برادر زاده چون قاسم فراغ فراغ انیران در قدیر خواب نبی بگراف روی دست ولی من روی دست خواب انی از برار خدایا پیکر آوردم به پاس حرمت بوسیدن لبای پیغمبر لبان تشنه یارب بحر چوب خیزران وقت فردا مثل فردا کاروان به کربلا رسید ابی عبدالله سال کرد اسم این کربلا چیه یکی گم قادریه یکی گم خالصیه فرمودن امین جا بار بکشایی یا صاحب الزمان اینجا همه پیاده شدن زینب را چگونه پیاده کردن عباس اومد علی اما یک نگاهیم کرد به سوی نهر القمر صدا زد دادا